دوستا، از جنجالای تازه در ولایت بلخ ممکن آگاه باشید. اعضای خانواده محمد آصف مهمند، وکیل شورای ولایتی بلخ، امروز مدعی شدند که برادرش از سوی و یا هم آقای مهمند از سوی افراد وابسته به عطا محمد نور، والی ولایت بلخ، دیروز بازداشت شده و مورد لت و کوب هم قرار گرفته. اما سخنگوی ولایت بلخ تأکید میکنه که آقای مهمند از سوی پلیس بازداشت شده. اما سید کمال سادات، فرمانده امنیه ولایت بلخ، به صدای امریکا دیروز تایید کرده بود که افراد وابسته به آقای نور، والی بلخ، آقای مومن را پس از درگیری که منجر به کشته شدن افراد هم شده دستگیر کردند. فرمانده امنیه بلخ تاکید کرده که تلاش وی به عنوان فرمانده امنیه ولایت ای بوده تا به دستور وایس برمک، سرپرست وزارت داخله، و جنرال مراد علی مراد، معین امنیتی آن وزارت، آقای مومن را دوباره به کابل اعزام کند. اما افراد مسلح مربوط به آقای نور پس از درگیری وکیل شورای ولایتی را با خود بردند. اصل قضیه چی است؟ آقای مهمند در کجاست؟ فرصت یافتیم تا به خاطر دریافت معلومات در این مورد با محترم منیر فرهاد، سخنگوی ولایت بلخ، که هم اکنون از طریق اسکایپ با ما به تماس هستند، صحبت داشته باشیم. آقای فرهاد، سلام بر شما، تشکر از وقتتان. در آغاز اگر کوتاه معلومات بدین، آقای مهمند را چرا افراد وابسته به آقای نور بازداشت کرد و آقای مومند اکنون در کجا است؟ ما بخواهیم که یک نکته را بسار واضح نشان بتون و خاطر نشان کنم که دستگیری آقای مهمند به دستور ولی بلخ نشده، بلکه به دستور مکاتب متعددی که از طرف سارنوالی امنیت ملی و همچنان سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین اون مراجع مربوط یا قمدانی امنیه اصدار شده بود به صورت گرفتن، نه بر اساس دستور مستقیم. آقای فرهاد، کم ارتباط ما از لحاظ تکنیکی مشکل هم داره، امید است بیننده ها عذر ما را بپذیرن. سوال ما اینجاست که دستور بحث دیگه است، دستور رویش بعداً بحث میکنیم، اما چرا افراد آقای نور، آقای عطا محمد نور، والی بلخ، آقای مهمند را دستگیر کردن نه پلیس؟ اینجا یک سوی تفاهم صورت گرفته. ما دیروز حصر به دفتر جناب والی بلخ حضور فیزیکی داشتم که شخص قمندان امنیه مشخصا وظیفه گرفت از جناب والی بلخ که بخاطر دستگیری آقای مهمند به میدان هوایی میرن و شخصا آقای مهمند دستگیر کرده و مراجع عدلی و قضایی میسپارن. آقای فراد، پس آقای قمندان امنی بلخ آقای سادات در گفته های خود اشتباه کردن؟ دیروز به صدای امریکا قمندان امنی بلخ گفت که افراد آقای نور مانع اقدام قمندانی امنیه برای فرستادن آقای مهمند به کابل شدن. ایشان یاد فراموشی دارن و یا ای که خبر ناموثق رساندن؟ خب میشه که اولا نظر خود تغییر داده باشه، اما اصل قضیه همی است که مستقیما دیروز حصر وظیفه گرفتن که باید به میدان هوایی برن برای دستگیری و تحت نظارت گرفتن آقای مهمند. امینجا اساسیت موضوع امینجاست آقای اساسیت موضوع امینجاست یعنی شما میگین که آقای نور شخصا قمندان امنیه را هدایت داده بودن که آقای مهمند بازداشت بکنن، درست؟ بله، البته بر اساس و بر بنیاد مکاتب متعدد سارنوالی امنیت ملی و سارنوالی جرایم سنگین، درست است؟ بعد قضیه را بیاین بررسی بکنیم. با میدان هوایی افراد که پلیس نیستن با افراد که گویا وابسته به آقای مهمند از درگیر میشن، کسی هم تلف میشن، آقای نور مسئولیتی مسئله را میپذیره؟ افرادش به میدان هوایی رفته بودن؟ چون پلیس میگه ما دستگیر نکردیم آقای مهمند. اگر پلیس دستگیر نکرده، پس این افراد کی بودن؟ افراد مسلحی که بر دستگیری آقای مهمند رفته بودن کی بودن؟ با
باز هم قضیه شک دیگه برای شما رسیده است. قضیه از این قرار است که ما قسمی که در حوال گفتم شخص قماندان حمیه و حوازات مربوطشان جمع پلیس سرحدی که معظف از در ساحه میدان هوایی شریف مستقیما در این مسئله مثلا در دستگیری وظیفه داشتند و همچنان افرادی که متعلق به یا به حمایت از آقای مهمن یا به همکاری از اونا. یعنی شما این رد میکنین که گویا مسلم. افراد وابسته به آقای نور در میدان هوایی حضور داشتن در دستگیری آقای مهمن دست داشتن؟ ببینین افراد مسلح مربوط به قماندانی امنیه و حوازات مربوطه بودن. یعنی قماندان امنیه افراد مسلح وقتی که تاکید میکنه آقای فرهاد افراد... ما کوشش میکنم که غلط فهمیه که شما مدعیش هستین امی حل شو. آقای فرهاد دوباره سوال خود بسیار واضح مطرح میکنم، اگر آواز مرا میشنوین آقای فرهاد ما پیام شما را گرفتم در یک جمله. بله ما سوال شما را پیام شما را گرفتم ولی در یک جمله میخوایم خاطر نشان بکنم که افراد مسلح یونیفرمدار پلیس که مربوط به قماندانی حمله ولایت بلخ باشه در شب گذشته تحت نظارت و بازداشت خود قرار بگیرم قرار میتم و بعدا صبح امروز بحث آوردن ولی امنیت ملی تسلیم و تحویل میتم. آواز شما درست گرفته نشد، همینجا بسیار حساس است. آقای فراد دوباره تکرار میکنیم همین بحث شما را. آقای مهمند بر اساس ادعای خانواده شما به مقام ولایت نبردین؟ یعنی اونا بعد از دستگیری به مقام ولایت هیچگاه انتقال دادن نشده بود دین روز؟ و امروز گفتین آقای مهمند به کجا است؟ هرگز نشده و امی لحظه آقای مهمند به سازمان‌ولی امنیت ملی صبح امروز تحویل داده و دیروز به مجرد دستگیری به کجا انتقال داده شده بودن؟ مستقیم از میدان هوایی؟ با قماندانی امنی ولایت بلخ. با قماندانی امنی ولایت بلخ. آقای فرهاد چرا مانع رفتن و یا هم فرستاده شدن آقای مهمند به کابل شد آقای عطا محمد نور؟ خب نظر به حوامر و هدایت سارنوالی اختصاصی جرایم سنگین و سارنوالی امنیت ملی باید که آقای مهمند که 10 دوسیه نسبتی مبنی بر جعل و تزویر و اسناد و شواهد و توهین و تحقیر و امثال هم در ولایت بلخ داشت باید دستگیر و تحت نظارت قرار میگرفت که جوابگوی مسائل و دوسیه های نسبتی شد. آقای نور ترس از این داشت که اگر آقای مهمند از ولایت بلخ بیرون بشوه و کابل بره ممکن از پنجه قانون و یا هم تنفیذ قانون فرار بکنه، اعتبار بالای فرستاده شدنش به کابل نداشتن؟ بله یا نه خیر؟ ممکن که شاید که امید در جریان 3 یا بیشتر از 3 ماه یا 4 ماه آقای مهمن مکاتبی که به ما مواصلت کرده بود و از این مسئله آقای مهمن فرار میکرد. یک چیز مهم دیگه، دین روز آقای نور پیام مشخص در صفحات اجتماعی خود برای مشاور امنیت ملی افغانستان داشت و گفت که از ناامنسازی و یا هم اختشاش پراگنی در ولایت بلخ دست بکشه. هدف آقای نور چی است؟ آقای اتمر در مسئله آقای مهمند دخیل بوده، چیز میخواسته بر علیه آقای نور در ولایت بلخ به میان بیاره یا چطور؟ آنچه در صفحه فیسبوک و صفحه رسمی جناب والی بلخ نشر شده و بهتر میدونم که صفحه از اونا نوشته از اونا را احترام بگذارم و با مو اکتفا کنیم. اما ما انتظار آیاتی که اخیرا جلال اکبر رئیس جمهور توظیف کردن به حدود 9 نفر است از ادارات زیرب از کابل شام امروز وارد ولایت بلخ میشه. ما انتظار حقیقت‌یابی و گزارش هیئت توظیف شده را داریم. آقای فرهاد تشکر از وقت شما. بس کم هنوزم به شکل واضحش معلوم نیست، امید است در برنامه بعدی با شما تماس دوباره داشته باشیم و یا هم اگر امکان داشته باشه با جناب والی بلخ صحبت بکنیم. تشکر از وقت شما، بقیه روز خوش.